دبیرخانه شورای ملی مقامت در اطلاعیه دیگری درباره وخامت حال زندانی سیاسی فاطمه موسننا و ممانعت دشخیمان از بستری شدن وی در بیمارستان و معالجات پزشکی اعلام کرد وضعیت جسمی زندانی سیاسی فاطمه موسننا که پنج سال و نیم است در زندان به سر میبرد رو به وخامت گذاشته اما دشخیمان در زندان اوین از آزادی موقت وی برای معالجه و بستری شدن جلوگیری کنند او که از کلیت مزمن و میگرن شدید رنج میبرد از مرداد 99 دچار خونریزی شدید روده شده و پزشکان تصریح میکنند که او از نظر جسمی توان تحمل حبس ندارد اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت پس از اشاره به سوابق بیماری و فشارهای ضد انسانی رژیم آخوندی یادآوری میکند که فاطمه مصنا خواهر مجاهدان شهید علی و مصطفی و مرتضی است که در سالهای 60 و 61 به دست دشخیمان رژیم آخوندی ادام شدند. او در بهمن 1391 به همراه همسرش حسن صادقی و دو فرزندشان در منزل مسکونیشان در حالی که به مناسبت فوت مجاهد خلق غلام حسین صادقی پدر حسن مجلس ترهیم گرفته بودند دستگیر شدند. آقای صادقی در لیبرتی در عراق در اثر محاصره پزشکی توسط مزدوران رژیم آخوندی جان باخت. مقامت ایران توجه دبیرکل شورا و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و دیگر مراجع مدافع حقوق بشر را به وضعیت وخیم فاطمه مصنا جلب نموده و خواستار اقدام فوری آنها به منظور آزادی وی از زندان است و بار دیگر بر ضرورت بازدید یک هیئت بین المللی از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و زندانیان زن تاکید می کند.